سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز قاضی‌زاده هستم. حتما شما همین تصاویر را دیده اید. وانتی در میان جمعیت در یکی از محلات تهران حرکت می کند در حالی که چند مأمور سیاه پوش که صورتشان پوشانده است به سر و روی دو مرد جوان قوی جسه و خالکوبی شده می کوبند. صدای کتک خوردن همراه با ابراز ندامت آنها می آید. این نخستین بار نیست که افرادی با عنوان اراذل اوباش که اتهاماتی نظیر زورگیری دارند در خیابان چرخانده می شوند. قبلا همین اتفاق افتاده، اما این بار شاید به خاطر وجود و بازتاب گسترده در فضای مجازی واکنش های عمومی بیشتر بوده. هم حمایت هم عدم رضایت و تقبیح این کار. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفته کسانی که این کار را تقبیح کردند ادای روشنفکری در می آورند و پلیس به این رفتار ادامه می دهد. امروز اما روابط عمومی قوه قضاییه خبر داد که ابراهیم رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع به دادستان تهران دستور داده در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی با متخلفین اعم از بازپرس یا مامورین برخورد شود. طبق مشاهدات و خبرهایی که به ما از طریق مخاطبان رسیده، میزان دزدی و زورگیری به شدت افزایش پیدا کرده و بسیاری از مردم عاصی شدند. اما آیا این رفتارها با متهمان مطابق قانون هست و اساساً برای جلوگیری از این جرم‌ها چنین شیوه‌هایی جواب می‌دهد؟ در برنامه امروز سه میهمان دعوت کردیم تا از زوایای مختلف بحث رو بررسی کنیم. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران با ماست. میترا زرگر جامعه شناس از نیویورک و مهرداد زمانی جرم شناس و پلیس جنایی در کوپنهاگ در دانمارک از همین شهر با ماست. خوشحال میگم به هر سه آقای احمدی. آقای رئیسی گفته حکم به تشهیر را صرفاً در صلاحیت دادگاه میدونه. اول ممکنه برای ما توضیح بدید که این تشهیر چه هست؟ من حدسم این است که انگشت نما کردن متهم هست، ولی اگه ممکنه شما توضیح بدید و بگید که محمل قانونی این حکم چیه؟ اصولا هر نوع عملی که منطبق با قانون باید صورت بگیره و بر علیه فردی اعمال بشه باید به دادگاه صورت بگیره، چه تشهیر باشه به این صورت، چه اجرای مجازات هم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات. لذا عملی که پلیس هم، ما هم قانون اساسی رو داریم، قانون اساسی میگه هیچ حکمی بدون اینکه دادگاه اونو صادر بکنه به مرحله اجرا در نمیاد. قانون مجازات اسلامی داریم، منبع مجازات ها رو شمرده. قانون آیین دادرسی کیفری داریم، تطبیق موضوع و شیوه رسیدگی رو در قانون آیین دادرسی کیفری آورده. قانون حفظ حقوق شهروندی حتی برای محکومین هم آورده که باید محکومین حضور واسهتون عرض کنم چه نوع برخوردی باشون داشته باشیم. لذا این عمل پلیس همون روز اولی که مطرح شد ما به کرات در جاهای مختلف صحبت کردیم و که آقا این عمل پلیس خودسرانه است. پلیس ضابطه، هیچ حرکتی رو پلیس خودش شخصا نمیتونه انجام بده. یک مورد است در جرائم مشهود پلیس میتواند تا رسیدن تا دستور مقام قضایی به منظور جلوگیری از گسترش و یا اختفاء آثار جرم وارد عمل بشه، ظرف 24 ساعت پرونده رو بفرسته به دادگاه. این کاری که پلیس انجام داد نه اینکه خلاف قانون بود، نه اینکه خلاف همه اصول بود. وقتی هم که ما اعتراض کردیم و انعکاس زیادی پیدا کرد و خوشبختانه رسانه ها منتقد شدن، متهم شدیم به روشنفکری. حالا این روشنفکری من نمیدونم بار مثبت داره یا بار منفی. حالا آقای رئیس پلیس باید الان جواب بدن که آقای رئیسی هم که رئیس قوه قضاییه از این قضیه رو تقبیح کردن، برخورد کردن و حتی صراحتا به عنوان رئیس قوه که از سبب اصل 356 قانون اساسی ناظر بر حسن قوانین هست، ایشون اومده گفته باید باشون برخورد کنی. متوجهم آقای احمدی، ولی من تو این چند روزه کلی نظر گرفتم از افراد مختلف. یه بخشی از نظرات بر این تاکید دارن که قوه قضاییه کارش رو درست انجام نمیده. این افراد بازداشت میشن، خیلی سریع اینا دوباره آزاد میشن، دوباره برمیگردن در همون محلات و این جرم رو تکرار میکنن. یکی از کسانی که تو همین مورد اخیر در خیابان چرخاندنش عکسایی ازش هست، یه خانمی عکاسی که از او قبلا هم در سال 90 عکاسی کرده، عکس‌ها رو نشون میگه این در سال 90 هم همین کارو باهاش کردن، دوباره هم الان. یعنی تاثیر این که این کار رو انجام میدن چقدر هست و چقدر قوه قضاییه واقعا خودش رو مسئول میدونه برای اینکه این جرم ها رو کنترل بکنه؟
مسئله شخصی بگم، من یه تولید کنندم کشاورزم، مزرعه ای داریم، هم الان مسئول مشغول برداشت محصول هستیم، 10-11 نفر نگهبان داریم، هر شب نگهبانی میدم و هر شب به ما حمله میشه، حتی مسلحانه. دیدیم با آقای دکتر علی حکمت سردبیر سابق روزنامه خرداد هم حمله شد و هجوم میارن. خب باید ما دنبال علتش بگردیم، اینا گرسنه ان. من الان همین افرادی که میان هر شب به من ضربه میزنن و در 9-10-11 نفر نگهبان دارم، اگر اینا فردا رو بگیرن حاضر میدم اینا رو با این شیوه در خیابونا بگردونن. از طرفی اگر اینا رو ما دستگیر کنیم بفرستیم به پلیس و پلیس اینا رو بفرست به دادگاه، دادگاه فوری با یک قراری اونا رو آزاد میکنه با یک ضمانتی، میگه من زیر 20 میلیون تومان نمیتونم نگهشون بدارم و گستره داره. 50% از سارقینی که اخیراً گرفتن، این 50% سارقین نوبت اولیه، نوبت اولی یعنی مثل رأی اولیان، بار اولشونه. بله بله. خب خانم باید دنبال این قصه گشت که چرا داره اتفاق میفته. دادگستری کوتاهی میکنه، قبول دارم، ولی دادگستری باناتی داره. این با دادگستری مثل بیمارستانی میمونه، افراد جای دیگه بیمار. متوجه. بذارید ببینیم آقای زمانی نظرشون چه. آقای زمانی، مسئله جرمه و شما جایی که هستید به حال یکی از کشورهایی هست که به لحاظ جرم جنایت گفته میشه که جزو کمترین ها از کلا اسکاندیناوی همین طرح هست. چه میکنن اونها؟ چه آیا اینطور که آقای احمدی میگن مسئله اصلی همین عدم تامین اجتماعی و فقر هست یا مسائل دیگه‌ای هم تاثیر داره؟ بله، البته من صحبت‌هایش رو تایید می‌کنم در مورد عدم رسیدگی دادگاه و این موزلی است که فقط این موزل خود این جرم نیست، همونجور که شما اشاره کردید که این اشخاص قبلا هم این کارو کردن. از کلا موزل این هست که در کشور ما قانون حرف اول رو نمی‌زنه. قانون‌های خوبی داریم، قانون همونجور که اشاره کردنشون، هم در قانون اساسی در اصل 29 به حقوق متهمین تاکید شده و این غیر قانونی است، هم در ماده 570 قانون مجازات اسلامی به این مسئله تاکید شده و کسی که این کارو میکنه اصلا خودش مجرم است. منتها قانون خوب داریم، ولی مطابق قانون ما عدم سیادت قانون در ایران اجرا میشه، یعنی قانون رو هر کسی میتونه به هر دلیلی. شما به موارد قانونی اشاره کردید برای جلوگیری از همین کاری که در واقع اینها رو در خیابان چرخوندن. من بخشی که بهش اشاره میکنم بخش قانونی هست که برای حفظ جان و مال مردم مطرح هست. بسیاری میگن که قوه قضاییه اگر هم قانون داره برای برخورد با این متهمان به درستی اجرا نمیکنه، اینها رو خیلی سریع رها میکنه، اینا برمیگردن به همون کار زورگیری ادامه میدن. کاملا درسته، عرض کردم این خود قانون دوچار بی‌قانونی است. ببینید این نوعی از قانون، این نوع کیفر که اجرا میشه، به انگشت نما کردن، نشانی داغ کردن به طوری ما بخوایم بگیم، این اولیه ترین نوع کیفر هست. کیفری است که به دلیل انتقام اجرا میشه. ما به دلایل مختلف مجازات میکنیم یک متهم رو. اولین اساسی ترینش، غریزی ترینش، سیراب کردن تشنگی انتقام از کسانی که این افراد بهشون جرم مرتکب شدن. این افراد دلشون خنک میشه که اینها رو میگردونن و غیره. منتها این در عمل هیچ در به درد جامعه نمیخوره. برعکس، مثل این هست که درسته خب بخشی رو التیام میده، بخشی از مردم خوشحال میشن که خب اینا حقشون بود. منتها مثل دارویی هست که شما به یک شخصی بدید، ولی اثرات جنبی این دارو به حدی بد باشه حتی این شخص رو به مرگ برسونه. خب این دارو مسلما داروی خوبی نیست. بله خانم زرگر، جامعه شناس هستن، حتما تاثیر این رو روی جامعه بهتر میتونن برای ما توضیح بدن. این بحث تشفی خاطر کسانی که آسیب دیدن یا اینکه به هر حال دلخنک شدن یک بحث عمده ای در نظراتی بود که به ما میرسید، ولی واقعا چقدر این کارایی داره در دراز مدت؟ و همینطور هم خواهم از شما بپرسم که من وقتی تصاویر رو میدیدم احساس میکردم که اینها فقط اون افرادی که بالای وانت کتک میخورن تنبیه نمیشن، انگار اون کسانی که در خیابان هم هستن به نوعی دارن تنبیه میشن با دیدن این تصاویر. نظر شما چیه؟ بله، دو نکته ای که دقیقاً باید بهش اشاره بشه، یکی بحث همون انتقام و یکی بحث اون جمعیتی که اونجا هستن و تماشا میکنن. من یه چیزی بگم خدمتون که توی جامعه شناسی این نوع گردوندن حالا مجرم یا متهم توی خیابون ازش تحت عنوان شرمسارسازی یا آبروریزی اجتماعی ازش یاد میکنم. من این روش
روشیه که به میراث مونده از جوامع سنتیه. تو این جوامع ما می‌بینیم روابط افراد چهره به چهره است. افراد همدیگر کامل می‌شناسند، اشراف کامل به زندگی هم دارن و در نتیجه قضاوت دیگران بر زندگی فرد تاثیر مهمی، یعنی فاکتور مهمی برای فرد. بله، این همینجور که اشاره کردی، جنبه انتقامی توی جوامع سنتی خیلی مهمه. یعنی مجازات بچه انتقامیش غالبه بر بچه اصلاحیش. ولی اگه ببینیم توی جوامع امروزی هم چیزی کارایی داره. برای ارزیابی اینکه ببینیم واقعا کارایی داره یا نه، ببینیم هدفمون از این کار چیه. آیا هدف از شرمسار کردن متهم یا مجرم بازدارندگی عمومیه یا بازدارندگی خاصه؟ بازدارندگی عمومی هم که از اسمش مشخصه، یعنی اینکه ما میایم یه نفر رو مجازات میکنیم در ملأ عام که بشه به عنوان یه درس عبرت، یه آینه عبرتی برای دیگران که اگه شما هم همچین کاری بکنید با همچین مجازاتی مواجه میشید. و یه بازدارندگی خاصه که نقطه هدف میشه خود مجرم و اینکه فرض بر اینه که با همچین کاری این دیگه در آینده دست به ارتکاب جرم نمیزن. ولی مسئله که لازمه بهش توجه کنیم اینه که زمانی که شرایط اقتصادی و اجتماعی فرد رو مستعد دست هنجار شکنی یا قانون شکنی بکنه، در این شرایط فرد میاد خیلی راحت وارد محاسبه سود و زیان میشه. یعنی محاسبه میکنه که اگه هنجار شکنی بکنه چی گیرش میاد و اگه نکنه چی گیرش میاد. و اینجا خیلی وقتا میبینیم اون چیزی که به دست میاره براش ارزشمندتر از اون چیزی که اینجا مثلا آبروش از دست میره. بله. پس این روش برای این افرادی که زمینه‌های ارتکاب جرم دارن تاثیر نداره. میمونه برای عامه مردم. عامه مردم هم در صورتی که زمینه ارتکاب جرم رو نداشته باشن، چه شاهد همچه چیزی باشن و چه نباشن، حالا یا به خاطر همنوایی با هنجارهای جامعه یا از ترس ترد شدن، خودشون به خودی خود همچه کاری نمی کنن. و چه بسا این باعث خودش ترویج خشونت بشه. من رو میبینیم 40 سال از انقلاب گذشته، علی‌رغم نرخ بالای اعدام، علی‌رغم نرخ بالای زندان و علی‌رغم اعمال همچین روش‌های، می‌بینیم روز به روز نرخ جرم و قانون شکنی بالا میره. اشاره خیلی جالبی کردید خانم زرگر، چون یه بخش دیگه باز از پیام‌هایی که ما می‌گرفتیم این بود که جمهوری اسلامی مدعی هست که شکنجه نمی‌کنه. وقتی تو خیابون و در ملأ عام این افراد رو اینجوری باشون برخورد می‌کنه، در خفا چه می‌کنه؟ دقیقاً نکته درستیه که چون اینها، یعنی من فکر میکنم تا شاید یکی دو دهه پیش هم سعی میکردن که کمتر در ملأ عام به این روش ها دست بزنن، ولی من احساس میکنم شاید حتی یه وجهی باشه، یه ارعاب عمومی هم پشت این حرکات باشه. یعنی در حقیقت یه زهر چشم گرفتن از مردم عادی که برای جرم هایی که خودشون تحت عنوان جرم های امنیتی یا به عبارت دیگه جرم های سیاسی بشه ازش عنوان کنه. آقای احمدی، شما واو قوانین کیفری ایران رو میشناسید و من برام این سوال مطرح هست که آیا این قوانین به نظر شما کفایت میکنند برای وضعیتی که الان باهاش مواجه هستیم؟ بخش عمده ای از مردم میگن که جرم های این چنینی، مثل کیف قاپی، موبایل قاپی، دزدی هایی که همونطور که به شما بهش اشاره کردید خیلی زیاد شده، حالا وضع اقتصادی هست، مشکلات اقتصادی هست، بخشی از مردم میگن اصلا بعضی از این افراد که دزدی میکنن لزوما هم ندار و بی پول و اینها نیستن، یک زندگی دارن، مدل زندگی دارن که با پولی که در میارن جوابگو نیست و برای اینکه بتونن اون زندگی رو داشته باشن، اون سطح زندگی رو حفظ کنن، دزدی میکنن. حالا این ادعایی هست که از طرف ادعای مطرح شده، من فقط دارم این رو میپرسم. به نظر شما واقعا قوانین کفایت میکنن یا باید قوانین بازنگری بشن؟ ببینید، ما کمبود قانون در ایران نداریم. ما از سال 1304 که قانون نویسی به صورت مدرن شکل گرفت، حتی از سال 1298 قبل از بعد از مشروطه ما در کتاب قانون داریم. شما اگه دفتر یه وکیل رجوع کنید، انبوه کتاب‌های قانون داری، هر سال هم داره ضخیم‌تر میشه. هیچ موقع نمیشه با قوانین جامعه رو اصلاح کرد. اگر میشد خب ما میرفتیم برای هر موضوع سخت یک قانون سختی میذاشتیم و خب از بین میرفت. در همین مورد شما نگاه کنید انعکاس این چند روزا داره. پلیس اومده صورتشو بسته، این اقتدار پلیس نشون نمیده. من امروز تو همین کلاس‌های مجازی مو دانشجو میگفتم، گفتم آقا میخندیدم، گفتم پلیس اینجا ضعف خودش نشون داده. ما بحثمون اینه که چرا صورتشونو میپوشونن آقای احمدی فکر میکنین؟ خب این قدرت سارقین لابد میرسونه.
یعنی اونا قدرت دارن که اگر اینا رو شناسایی بکنن فردا باشون برخورد کنن. این ضعف پلیس نشون میده، یعنی پلیس اینجا اقتدارش نشون نداد بلکه ضعفش رو نشون داد. ببینید پلیس، اگر شما جامعه رو پلیس محور کردید، اگر در علم حقوق اقرار رو مبنا قرار دادید، من چندین سال پیش مقاله نوشتم در زمان آقای یزدی، درخواست کردم که آقا ما در تهران، همین در تهران بیش از 30 کلانتری داریم، در هر این کلانتری ها یه دونه بازداشتگاه موقت دارن به اجبار، این افرادی اصلا نه جیره قضایی دارن نه داخل آمار زندانن. گفتن یا چپ شما هر کلانتری دوست دارید برید اونجا ببینید، یا برید جاهای دیگه، انواع اقسام برخوردها رو با این افراد میبینید. آیا این شیوه برخوردها توانسته پاسخ بده؟ نتونسته پاسخ بده. ببینید ما مجرم بلفطره نداریم اما مجرم تکراری داریم، یعنی شروع میکنه تکرار کردن، از یک طرف برمیگرده به ضعفی که در برخورد با این افراد داریم. یعنی الان شما در مفاسد هم همین وضعیت رو دارید، اون فردی که میاد مفاسد کلانی پیدا میکنه، فردی که میرسه رئیس بانک مرکزی میرسه، همکلاسی ممنون، رئیس بانک ملی ایران میرسه، یاد اون فساد. خب آقای احمدی، من به نظرم اومد که شما در صحبتاتون خوشحال و خرسند بودید از پیام آقای رئیسی، ولی اگر که ما قانون داریم و در واقع مجری قانون اون کسی هست که باید این رو به درستی انجام بده، مگه خود قوه قضاییه اون مجری قانون نیست؟ مگه همونها مسئله ندارند الان که این جرم ها تکرار میشه؟ ببینید ما الان دادسرای ما هنوز پلیس محوره، هنوز اقرار محوره، یعنی همه کار رو میکنه. ما رفتیم پرونده رو تعقیب میکنه، میگن اون آقا اقرار نکرده، میگه آقا اقراری نداره بکنه و یا اعتراف نکرده. ما باید از این وضعیت خارج بشیم. وقتی که رئیس قوه قضاییه آمده به این موضوع برخورد میکنه، این شیوع پیدا کرده، اینجاش علن شده، در جاهای دیگرش در خفا و پنهان است. من خوشحالم که ایشون وارد این مسئله شده، چون رئیس پلیس فردای آن روز شروع کرد افرادی مثل من منتقد بودن ما رو متهم کرد که شماها ما داریم کارمون انجام میدیم. ما بحثمون این که آقا پلیس کارش انجام نمیده، پلیس کارش این نیست، دادگاه هم کارش اگر در این بخش انجام نمیده به علت گستردگی اینو اعماله. من خودم شخصا دارم میبینم هر سال هر روز داره وسعت پیدا میکنه. چرا همش بخوایم بذاریم گردن دادگستری؟ چرا بخوایم بذاریم گردن نهادهای دیگر، نهادهایی که بخش اقتصادی مملکت رو بر عهده دارن؟ ما ناتوان نیستیم، توان. اما وقتی که منابع ما، منی که با یکی از همین افراد برخورد داشتم، گو آقا من حق خودم دارم برمیدارم، وقتی که تو گردی میگه من از سفره انقلاب دارم برداشت میکنم، خب منم دارم حق خودم برداشت میکنم. وقتی تقصیر، حالا اینم بحث جالبی هست که برای من جالبه که این رو از آقای زمانی بپرسم. آقای زمانی، شما جرم شناس هستید، ما میدونیم که ظرف سالهای اخیر به خصوص ما وضعیت بسیار جدی در مورد فساد مالی رو در ایران شاهد هستیم از طرف افراد شناخته شده، بسیاری از این افراد صاحب نام هستن. کسانی با یک موبایل قاپی چنین رفتاری باشون میشه؟ وقتی یک نفر با فسادهای میلیاردی رو میخوان بیارن در دادگاه، با سلام و صلوات با کوچروار میاد میشینه در دادگاه، بعد میره. خب همه فکر میکنن که این دوتا خیلی با هم متفاوته، این شیوه رفتار، و به نظر میرسه که همگون نیست. چطور به نظر شما باید چه کرد که این رفتارها همگون باشه و چرا همگون نیست؟ فکر میکنید در جامعه ایران چه چیزی سر جاش نیست که این همگون نیست؟ ببینید متاسفانه در جامعه ایران هیچ چیزی سر جاش نیست، منتها این ناهمگونی که اشاره کردید خیلی مهمه، چون این یک ناهمگونی کریمینولوژیکال هست. ببینید یک پوپولیسمی هست، نوعی با این فرم راضی کردن عوام و به عوام سیگنال دادن به عوام که ببینید ما با چه اقتداری این کسانی رو که اینجا خشونت به خرج میدن اوباش بودن اینطور میچرخونیم، کلاهبوقی سرشون میگذاریم، و این به نوعی سرپوش میذاره به اون فساد کلام. ببینید از دید جرم شناسی پلیس مأمور قانون مجاز نیست از ابزاری استفاده کنه که مجرمین دارن ازش استفاده میکنن. پلیس ابزار قانونیش رو داره، همینجور که گفتن ما از لحاظ قانون هیچ کمبودی نداریم، از لحاظ توریسیان های جرم شناسی هم در ایران مشکلی نداریم، منتها عمل به این مسئله نمیشه.
ببینید ابزار پلیس قانون هست. منتها وقتی راجع به همین قانون صحبت بکنم، مثلا خیلی در این سریال ها میبینیم، اجازه بدید من فقط بگم، ببینید وقتی که پلیس برخورد میکنه با دستفروش با استفاده از اوباش، یعنی همون اوباشی رو که امروز ما تو وانت میبینیم میچرخن، همین ها رو پلیس بهشون مواجب میده به عنوان کنسولنت، اینا رو میاره و به علیه دستفروشا میره اینا رو کتک میده ازشون استفاده. خب این ترویج خشونت باعث میشه که بین مردم خیلی عادی سازی میشه برای این مسئله. همین که اشاره خودتون هم اشاره کردید، فقط این مردم، این اشخاص نیستن که دارن مجازات میشن، تمام اون مردم اطراف این وانت که هوراکشان دنبال این هستن، اینا هم در اصل و بچه هاشون به خانواده نسل در نسل ما باید مبلغی بپردازیم بابت این اشتباهاتی که الان داریم. ولی آقای زمان، این بحث، همین بحثی که آقای رئیس پلیس بهش میگه، حسین رحیمی بهش میگه روشنفکری، یه بخشی از نظرات هم راجع به همین بود وقتی من با افراد صحبت می‌کردم، که شما می‌دونید به نظر میاد که خیلی این یه چیز، معذرت می‌خوام نمیدونم چجوری اینو میشه گفت، یه چیز سوسولبازی هست، جوامعی که مثلا در همه چیشون سر جاشه، اقتصادشون سر جاشه، اینا حالا میگن اینجور رفتارا رو هم نکنید. به نظر شما آیا واقعا اینطوره؟ واقعا چرا باید به متهم احترام گذاشت و حقش رو در نظر گرفت؟ چون ما میدونیم که در مثلا همین کلانتریا که صحبتش بود، خشونت خیلی زیادی گاهی میشه به همین متهمایی که چنین پرونده هایی دارن. ما مثلا اصطلاح 08 رو داریم در آگاهی که واقعا گفته میشه فقط با کتک هست که از اینا اقرار میگیرن. چرا باید اینطور نباشه؟ شما به لحاظ جرم شناسی فکر میکنید چرا نباید اینطور نباشه؟ ببینید جرم شناسی برای این مسئله جواب داره، چون این یک سوال جدیدی نیست که حتی در جوامع پیشرفته این سوال با هم مطرح میشه که چرا باید. مثلا کشوری مثل دانمارک، خب زندانهاش با مقیاس ایران نگاه کنید یه چیزی مثل هتل هست. گاهن وقتی ما مهمانهای خارجی داریم برای دیدار میان، میگن که خب چرا باید اینطور، چرا ما باید اینها رو به نوعی پاداش بهشون بدیم؟ در جواب اینا من عرض میکنم که ببینید هدف ما از این کیفر دادن این مجرمین چی است؟ آیا فقط همون انتقام هست؟ مسلما نه، ما اهداف عالی تری داریم. برای یک جامعه موفق باید اهداف عالی تری داشته باشه برای مبارزه با جنایت. این اهداف اگر تأمین نشه چه فایده ای داره که ما اینا رو بچرخونیم؟ آیا چرخوندن اینها و انگشت نما کردنشون کمکی به با پایین آوردن نرخ جنایت میکنه؟ نه خیر، برعکس، همونجور که خانم هم اشاره کردن مسئله رو دامن میزنه، خیلی عادی سازی میشه برای این کار. و همینطور که ایشون هم اشاره کردن، این شخص از یه طرف بله آبروش میره در اون روز که میگه غلط کردم ببخشید و غیره، کتک میخوره، ولی پس فردا مشهور میشه، مشهور خاص، و میگن او این همون شخصی که با وانت اینو میچرخوند. درست، از هم گفته میشد که بعضی از اینها حتی این رو جزء افتخاراتشون ممکن هست حساب بکنن، برای اینکه از اون پس زمینه فکری میان. خانم زرگر، بحث اجتماعیش رو هم شما برای ما باز بکنید. ما دائم صحبت میکنیم که اینها خطرات اجتماعی داره، ممکنه به من بگید که چه خطری جامعه رو تهدید میکنه؟ خب من بذارید ادامه بحثی رو که ایشون خیلی خوب بهش اشاره کردن برسم به بحث پیوند اجتماعی به عنوان یا عامل مهم و بازدارنده در ارتکاب جرمه. ما میدونیم که هرچی پیوند اجتماعی بین فرد و جامعه بیشتر باشه، احتمال ارتکاب جرم کمتر میشه، و بالعکس فقدان پیوند اجتماعی، فقدان پیوند یا ضعف در پیوند بین فرد و جامعه اونو مستعد جرم میکنه. یکی از عواملی که باعث میشه پیوند اجتماعی تقویت بشه داشتن علاقه، معلوم میخوام برسم به این بحث به قول اینها اشرارگردانی، داشتن علاقه و وابستگی به دیگران یا ارتباطات مهم با دیگران، یعنی روابطی که فرد به عنوان سرمایه اجتماعی خودش محسوب میکنه، یکی از عواملی که باعث تقویت پیوند اجتماعی میشه. این مراسم آبروریزی یا این شرمسارسازی درست در تقابل با پیوندزنی اجتماعی قرار میده، چرا که اساسش بر طرد قرار داره. به این ترتیب اگه فرد کوچکترین زمینه‌ای داشته باشه که بخواد به جامعه پیوند پیدا بکنه، ما این فرصت ازش میگیریم و در نتیجه پیامد این میشه هنجار شکنی مجدد و بی‌توجهی به قانون. و این نکته رو من اشاره کنم که خیلی از این افراد به خصوص کسایی که در این سطح از جرم هستن وابسته به مراکز جرمخیز یا گروه‌های بزهکار هستن و اینها خرد فرهنگ خودشونو دارن، یعنی اون چیزی که برای ما اسباب آبروریزی محسوب میشه
یا ناهنجاری محسوب میشه، برای اینا چه بسا باعث افتخار یا امر به هنجار باشه. خب نتیجه ای که ما میگیریم، میایم عملا پیوند اینها رو با جامعه کات میکنیم، اگه کوچکترین امیدی هم بوده اینو قطع میکنیم، و از اون ور با پایگاه اجتماعی ویژه‌ای که به اینها میدیم، همونطوری که شما اشاره کردی، با معروف کردنشون باعث میشیم که پیوند عمیق‌تری با اون گروه یا دارو دسته های بزهکار پیدا بکنن. خیلی اشاره جالبی کردید خانم زرگر. بذارید برای پایان بحث از آقای احمدی بپرسم. آقای احمدی، شما، من در جریان هستم که خودتون هم الان گفتید خودتون هم یکی از قربانی همین دزدی ها بودید، به عنوان یک کسی که هم قربانی هست هم وکیل هست هم دیده که شرایط جامعه چیه، فکر میکنید چه اتفاقی بیفته بهتره الان؟ چه کار باید بکنن تا این وضع کنترل بشه؟ ببینید، من اجرای قانون رو میخوام. ما در منطقه یک من هستم، هم الان 10 نفر نگهبان دارم، ولی باز حمله میشه. چند سال پیش بیش از 600 میلیون تومان بار من از توی انبارم بردم، ولی یک حوزه وسیعی بیش از 50 کیلومتر رو یک کلانتری داره اداره میکنه با یه ماشین یه وانت، و خب این نمیشه، چون این به وجود نمیاد. وقتی که مسئولین رها کردن و میخوان ظاهر رو فقط داشته باشن اما ابزار و وسایل رو در اختیار نمیذارن، افراد تری میشن. چند سال پیش اومدن اوباشار درجه بندی به قول خودشون کردن. من نمیدونم تعریف اوباش رو چی میگم، ما در قانون فقط ویلگرد رو داریم، درجه 3، درجه 2، درجه 1. وقتی درجه 3 رو اومدن تو خیابون گشتن، 6 ماه بعدش دوباره اومدن رفتن سراغ درجه 2. بسیاری از این درجه 3 ها چون دیگه متجری شده بودن. خیلی ممنونم آقای احمدی، متاسفانه وقت زیادی ندیم. متشکرم از اینکه در این بحث شرکت کردید آقای احمدی، آقای زمانی و خانم زرگر، و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه شب روزتون باشه.